اعتصاب غذاهای طولانی در زندانهای ایران، یکی از دراویش گنابادی بیهوش شده. دو نفر از دراویش گنابادی هم در زندان عادل‌آباد شیراز برای ششمین روز در اعتصاب غذای خشک هستند. کسرا نوری و صالح مرادی پیش از این 64 روز اعتصاب غذای تر کرده بودند. به گزارش سایت مجذوبان نور، نزدیک به دراویش گنابادی آقای نوری در اثر ضعف شدید از هوش رفته. این دو زندانی به انتقال وکلای زندانی دراویش به بند 209 اعتراض دارند. صالح مرادی حدوداً 19 ماه و کسرا نوری نزدیک به 15 ماه است که در بازداشت هستند. مصطفی آزمایش، نماینده دراویش گنابادی نعمت اللهی از پاریس با ماست. آقای آزمایش، آخرین خبری که از وضعیت این دو نفر دارید چیه؟ خیلی وضعیت اسف انگیزیه. اینها رو به بهداری زندان منتقل کردن به علت اینکه دچار ضعف بینایی شدید، بیهوشی و حالت اغماء شدن. البته اینا وصیت‌نامه شون رو قبلا نوشته بودن و در اختیار خانواده شون قرار داده بودند که از سر تصمیمی که گرفتن و راهی که دارن میرن، یعنی اعتراض به بازداشت و زندانی کردن غیرقانونی دراویش در سیاهچال‌های اوین و عادل‌آباد شیراز، بر نمیگردن تا اینکه تجدید نظری در وضعیتشون صورت بگیره. و جا داره که اینجا من یادآوری کنم که امروز سایت بین المللی CNN یک ارجنت اکشن و یک پتیشن در سطح بین المللی گذاشته برای پتیشن و کسب حمایت نمایندگان پارلمان اروپا، سازمان ملل، عفو بین الملل و غیره، در جلب حمایت افکار عمومی نسبت به وضعیت وخیم این زندانیان. در خبرها آمده که این دو نفر در اعتراض به انتقال وکلای دراویش گنابادی به بند 209 اعتصاب قضا کردن. ممکنه راجع به این موضوع بیشتر توضیح بدین؟ وکلای اینها چه کسانی هستند؟ خودشون آقایون دراویشی هستند که در عین اینکه درویش هستند، وکیل هم هستند و از حقوق موکلین خودشون که سایر دراویش بودند و مورد حمله و هجوم عناصر خودسر وزارت اطلاعات و بسیج در سالهای گذشته در شهر قم، در شهر بروجرد، در شهر اصفهان، در چرمهین، در کیش، در نقاط مختلف کبار قرار گرفته بودند، اینها به علت اینکه دفاع حقوقی میخواستند بکنند از اونها و به مجامع حقوق داخل کشور شکایت قانونی تسلیم بکنند، خود این آقایون وکلا رو گرفتند و 19 ماه که انداختن به زندان اوین، ابتدا در بند 350 زندان اوین بودن، بعد اونها رو منتقل کردن به سیاهچال‌های مخوف 209 که بند امنیتیه و به کلی از شمول قوه قضاییه خارجه و در اختیار وزارت اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتیه و در اونجا وضعشون خیلی خیلی اسف انگیزه. به بیماری‌های آسم، تنگی عروق، تنگی مجاری تنفسی دچار شدن و به همین دلیل اون دو درویش عزیز در زندان عادل‌آباد شیراز برای اعلام همبستگی با این آقایون هفت درویش وکیلی که به بند 209 منتقل شدن دست به اعتصاب قضا زدن. و باز یادآوری میکنم که در راه همبستگی با دراویش عادل‌آباد شیراز، حالا زندانیان درویشی که در تهران در زندان اوین محبوسن دست به اعتصاب قضا زدند و الان آقای علیرضا روشن و مصطفی عبدی در زندان اوین تهران پنجمین روز اعتصاب قضایی خودشون رو شروع کردن. راجع به همین دو نفری که الان ما داریم تصویرشون رو میبینیم، ازتون میپرسم آقای کسرا نوری و آقای مرادی، این دو نفر مسئولان سایت مجذوبان نور بودن. راجع به این سایت بیشتر برای ما بگید، چه جور مطالبی در این سایت چاپ میشده؟ سایت مجذوبان نور پایگاه خبری دراویش گنابادی در داخل ایران بود که اخبار مربوط به دراویش رو منعکس میکرد، ولی از اونجایی که وزارت اطلاعات تصمیم داشت که یک جو اختناق مطلق در داخل مملکت برقرار بکنه و مجال و فرصتی به هیچ یک از جریانات فکری نده که یک پایگاه خبری
برای خودشون داشته باشن، حتی در حد یک وبلاگ کسی رو تحمل نمیکنه فعالیت کسی رو. به همین دلیل بارها سایت مجذوبان نور رو به محاق فیلترینگ کشیدن، اما دوباره این سایت تونست تجدید حیات کنه. نهایتا ریختن و تمام مسئولانش رو در خونه هاشون یا در دفتر کارشون گرفتن و بردنشون به زندان. الان 19 ماهه که در زندانن بدون اینکه کوچکترین اتهامی به اونها تفهیم شده باشه و این برخلاف قانون اساسیه. خیلی ممنونم از شما مصطفی آزمایش، نماینده دراویش گناه‌آبادی نعمت‌اللهی از پاریس با ما.